تصمیم افتاد امرولا سالی خلیلزاد وارد کابل شد آیت مذاکره کننده با حمایت قاطع دولت راهی قطر می شود طالبان و موانع انتقال قدرت از پاکستان به افغانستان با یاد خدا به از دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید تقاضا می کنیم تا آخری ویدیو با ما بوده و این ویدیو را لایک کنید خلیلزاد وارد کابل شد بر اساس گزارش ها ظلمه خلیلزاد نماینده ویدی آلات متحده امریکا در امور صلح افغانستان و کابل سفر کرده است منابع در شورای عالی مصالحه امروز سه شنبه 16 جدی بر رسانه ها گفتند که خلیلزاد به کابل رسیده است خلیلزاد دوشنبه شب 15 جدی در رشته تیویت از آغاز دوره تازه سفرش در مورد صلح افغانستان خبر داد او میگوید که به امید پیشرفت محسوس در دور بعدی مذاکرات صلح افغانستان به منطقه برگشته است همزمان رسانه های پاکستانی شامگاهی دیروز گزارش دادند که خلیزات با جنرال قمر باجو رئیس ستاد ارتشان کشور دیدار و درباره روند صلح افغانستان گفتگو کرده است طبق گزارش ها دو طرف در این دیدار درباره وضعیت کلی منطقه به ویژه روند صلح افغانستان گفتگو کردند ظلمی خلیزات و ظلم با جنرال باجو همچنان بار دیگر بر تعهد کشورهایشان بر تامین صلح با در منطقه تاکید و در خصوص ادامه همکاری ها در سطوح مختلف توافق کردند ارتش پاکستان گفته است که فرستاده ویدی امریکا برای صلح افغانستان از تلاش های مدام پاکستان برای برقراری صلح در افغانستان قدردانی کرده است سفر تازه خلیزاد به افغانستان و منطقه در حال انجام می شود که قرار است دور تازه گفتگوهای سلمیان آیت دولت افغانستان و طالبان سه شنبه 16 جری در شهر دوها پایتخت قطر آغاز شود قرار بود آیت افغانستان دیروز به دوها سفر کند اما این سفر به دلیل وضعیت هوا به امروز موکول شده است طبق گزارش ها آیت دولت قرار است تا لحظات دیگر میدان هوایی کابل را به مقصد دوها ترک کنند امرالله ساله تصمیم هفتاد جلسه ششونیم صبح روز سه شنبه 15 جدی سال 1399 مطابق به 5 جنوری سال 2021 اول یک فهرست از اسمها در شبکه اجتماعی پخش شده است که گویا طالبان می این افراد را ترور نمایند تلاش داریم که ریشی این جنگ روانی را پیدا کنیم چیزی از موفقیت و یا عدم آن در اختیار نداریم طالب با هر کسی که طالب نیست دشمن است طالب با هر ساختار و هر ارزشی که بر بام آن در سه رنگ ملی در اعتزاز است دشمنی و مخالصت دارد فرض بر اینکه این, این فهرست واقعی است تعجب در کجاست دوم از ولی کابل به خاطر تثبیت دهها سای سبز در محالات که اوکنون در غصب علنی و مخفیانه قرار دارد سپاس می نمائیم. قرار است این پارک های کوچک را یکی پی دیگر احیا کنیم به لحاظ اینکه حکم کار بالای ریاست تحقیقات جنایی قمندانی امنی کابل زیاد شده است آزادسازی ساعت سبز و اصول قروز دولتی را به اداره مبارزه با جرایم سنگین سپرده ایم موتر های واقعی در قصبه برای بار اول پس از دهها سال حاضر شدند که 100 میلیون افغانی خیش هر ماه 20 میلیون افغانی بپردازند ملت که مالیه می پردازد دست دراز نمی کند سوم احصایه مقایسوی که وعده شده بود باز هم تکمیل نگردیده است چهارم خوشبختانه در 24 ساعت گذشته کابل شاهد کدام حادثه بزرگ جنایی نبود با دستگیری های موفقانه که امنیت ملی داشته است بخش از این زیربناها ترور و تروریسم در کابل فرو ریخته است اما با کار زیاد و جدی بیشتر نیاز است قرار است تی روزهای آینده فهرست ترورستان دستگیر شده پس از آغاز جلسات ششونیم را به نشر برسانیم و اینکه سرنوشت این ترورستان در دستگاه عدلی و قضایی افغانستان در کجا رسیده است پنجم یک گروه موتر دزدان را که متاسفانه در درون نهادها نفوذ و رخنه کرده بودند در حوزه پنجم دستگیر کردیم شاید پس فردا جزیات را برملا سازیم ششم چندین بار است که پول هموطنان برگشته از خارج را پس از بیرون شدن از میدان هوایی با روش های مختلف دزدی می روی موضوع کار بسیار جدی ادامه دارد دستگیر خواهد شد مطمئن باشید هفتم از مشکلات حوزه اشتم با جزئیات وقاف هستیم وضعیت بسیار تغییر کرده است ولی با آنچه آرزوی ماست نرسیدیم اما حالات نهای هشتم با دو ماه قبل اصلا قابل مقایسه نیست اگر در این مورد شما قضاوت دیگر دارید با ما شریک سازید روزتان خوش امرولا صالح ماون اول ریاست جمهوری افغانستان آیت مذاکره کننده با حمایت قاطع دولت راهی قطر می شود سیومین نشست بری را که رهبری شورای مصالح ملی با اشتراک آیت گفتگو کننده شامگاه دوشنبه پونزه جدید در قصر سپیهدار برگزار شد در این نشست معصوم استانکزی رئیس آیت مذاکره کننده افغانستان گفت که حمایت قاطع و گسترده دولت و ملت افغانستان برای این آیت حیاتی است عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالح ملی هم گفت عید مذاکره کنده جمهوری اسلامی افغانستان از حمایت قاطع دولت و ملت افغانستان برخوردار است و با کمال ادمینان به دور دوم مذاکرات که قرار است روز سه شنبه در دوحه پایتخت قطر برگزار شود می رود. رئیس شورای مصالح ملی تاکید کرد که پس از شروع دور دوم مذاکرات کمیته رهبری و تیم های فنی جلسات مسلسل برگزار خواهند کرد تا در صورت نیاز برای عید مذاکره کندم مشوره های سازنده و حمایتی ارائه کنند محمد یونس قانونی عضو کمیته شورای مسالحه ملی هم طرح راهنمودهای حمایتی فراهم شده را به هیئت مذاکره کننده ارائه کرد مسوم نستان اگزای رئیس آیت مذاکره کننده افغانستان نیز در این نشست گفت اکنون میدانیم دانیم که اولویت های ما در دور دوم مذاکرات چیست ما با ادمینان کابل و اداده واقعی برای تامین سال به دور دوم مذاکره می رویم وی افزود که حمایت قاطع و گسترده دولت و ملت افغانستان برای ما حیاتی است قرار بود آیت مذاکره کنده دولت روز گذشته دوشنبه به قطر سفر کند اما این سفر به تعویق افتاد بر بنیاد گزارش ها قرار است مذاکرات صلح شانزی جدی از سر گرفته شود پیشتر حکومت و طالبان در مورد محل برگزاری مذاکرات دچار اختلاف شده بودند حکومت تاکید داشت که مذاکرات در داخل کشور انجام شود اما طالبان با این نظر مخالفت کردند طالبان و معانع انتقال قدرت از پاکستان به افغانستان علی موسوی خبرگزاری افاق پاکستان تنها خواستگاه طالبان نیست بلکه در طول 20 سال گذشته پایگاه و مرکز قدرت آن گروه نیز بوده است شورای کویتا کانون رهبری آن گروه را تشکیل می دهد نامی که نشانگر استقرار رهبران تروریسم اول طالبان در خاک پاکستان است منابع امنیتی افغانستان میگویند که حتی زخمی های طالبان نیز در شفاخانه پاکستان مداوا میشوند در زمان افشای خبر مرگ ملا عمر رهبر و بنیانگذار گروه طالبان هم ادعا شد که او در شفاخانه در پاکستان درگذشته است گرچه بعدها برخی منابع غربی از مرگ او در زابل ولایتی در جنوب افغانستان خبر دادند اما در عین حال تصریح شد که ملا پس از سقوط رژیم طالبان ارتباط سازمانی خود با تشکیلات رهبری و فرماندهی طالبان را از دست داده و به عبادت و قرائت قرآن در نزوار رو آورده است و تنها هست هر گاهی از طریق یک شخص دیگر در دیدان تولات مربوط به طالبان قرار می گرفته است ارتباطی که در اواخر زندگی او کاملا قطع شده است اسامه بلندن رهبر شبکه قونی رهبر شبکه القاعده و از متحدان بسیار نزدیک طالبان و شخص ملا هم بر روایت ارتش امریکا در جای در نزدیک اسلام آباد پایتخت پاکستان کشته شد گرچه درباره صحبت روایت امریکا هیچ مدرک معتبر ارائه نشد و امریکایی ها ادعا کردند که جسد او را معدوم کرده و با را به دریا افکندند سپاس که تا این هم با ما بودید تا ویدیوی دیگر بدرود